به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک نوید سلطانی، جنرال میا بازداشت شد. وی که خودش را جنرال میا می نامید، شب گذشته با سلاح دست داشتش با چند اکشنهای فیلمی بالای شهروندان در ساحه بارستان شهر کابل برایش درد سرساز شد. وی فعلا در توقیف پلیس قرار دارد. و همچنان معرفی نامزد وزیرها از سوی اشرف غنی، نامزد وزیر و سرپرست وزارت‌های معدن و پترولیم، معارف و اطلاعات و فرهنگ رسماً از سوی اشرف غنی معرفی گردید. با گزارش سپوتنیک، محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان عصر امروز محمد هارون چغانسوری را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت معدن و پترولیم، رنگینه حمیدی را به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت معارف و محمد طاهر زهیر را به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ رسما معرفی کرد. محمد هارون چغانسوری نامزد وزیر و سرپرست وزارت معدن و پترولیم در مراسم معرفیش از سوی رئیس جمهور افغانستان گفت: تلاش میکنیم تا وزارت معدن و پترولیم را از وسیله جنگ به وسیله رفاه مبدل نماییم. ما در همکاری با مردم، نهادهای جامعه مدنی و ناظر بر شفافیت پیام تحرک و سرعت را خواهیم داشت. آقای چغانسوری نیز افزود: زیربناهای اساسی مانند تشکیلات، اداره، مؤثر و پاسخگو، امنیت، آب و برق، ترانسپورت، بازاریابی و سرمایه گذاری را مانند یک حلقه زنجیر برای رسیدن به اهداف خیش مهم می دانیم. رنگینه حمیدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت معارف در صحبت‌هایش ضمن تشکر از اعتماد رئیس جمهور گفت: اطمینان می‌دهم که با کمک خدا و حمایت و راهنمایی‌های شما و تجربه کاری خیش در راستای خدمت به اولاد وطن از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهم کرد. محمد طاهر زهیر نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت‌هایش گفت: شما بهتر می دانید که افغانستان در 4 دهه گذشته در جنگ و ناامنی به سر برده و امور و پدیده های فرهنگی در حاشیه قرار داشتند. رئیس جمهور غنی پس از استتماع صحبت های آنان گفت که امروز با 3 سرمایه بزرگ افغانستان سر و کار داریم. سرمایه اول ما فرهنگ می باشد که ریشه های عمیق چند هزار ساله خصوصا بعد از عصر طلایی عباسیان و غزنویان دارد. آقای غنی تصریح کرد که یک تیم واحد در سطح رهبری دولت قرار دارد که ارتباط عمیق با فرهنگ این کشور دارد و این به معنای آن است که ما به تمام زبانها، ولایات و اقوام کشور به گونه برابر می‌بینیم. رئیس جمهور افغانستان گفته است که محمد اشرف غنی گفت که در 5 سال آینده ما می‌خواهیم از فقر به رفاه، از بی‌ثباتی به ثبات، از بی‌اعتمادی به اعتماد و از تفرقه به وحدت برویم. و همچنان شناسایی آزمایشگاه بیماران کرونایی از توان وزارت صحت افغانستان بیرون شده است. نامزد وزیر صحت عامه افغانستان گفته است که شناسایی آزمایشگاه بیماران کرونایی در این کشور از توان این نهاد بیرون شده است. با گزارش اسپوتنیک، به نقل از طلوع نیوز، احمد جواد عثمانی نامزد وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که با بحرانی شدن ویروس کرونا در این کشور، شیوه شناسایی بیماران کرونایی از آزمایش‌های آزمایشگاهی به گونه کلینیکی تغییر خواهد خورد. نامزد وزیر صحت افغانستان میگوید که پس از این هر بیماری که نشانه‌های بیماری کووید 19 را داشته باشند، بیماری کووید 19 شناخته خواهد شد. ابزارهایی که از سوی یونیسف قرار بود به ما برسد، هنوز نرسیده تا ما آن را به 34 ولایت افغانستان برسانیم. اکنون 11 ولایت افغانستان ما آزمایشگاه داریم و برنامه داریم که در 34 ولایت کارهای شناسایی را افزایش بدهیم. اما این نیاز به زمان دارد و کنترل آن از دست وزارت صحت بیرون شده است. گسترش ویروس کرونا در افغانستان همچنان سیر بالا رفتنش را نگه داشته و اخیراً شمار جانباختگان این ویروس نیز افزایش یافتند. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت، از میان 55 هزار تنی که آزمایش شدند، 24 هزار 102 تن آنان دچار به ویروس کرونا بودند.
تا اکنون 451 بیمار جان باخته و 4201 بیمار دیگر هم بهبود یافتند. وزارت صحت عامه افغانستان هیچ آمار درباره موجودیت ابزارهای آزمایشگاهی به دست نمی دهد. اما پیش از این چندین کشور برای دولت افغانستان ابزارهای بهداشتی یا کیت‌های شناسایی بیماران کووید 19 کمک کردند که بر بنیاد آمارها تا کنون در حدود نیم این ابزارها مصرف شدند. و همچنان حکومت 3 میلیارد افغانی و 15 میلیون دلار هزینه مبارزه با کرونا کرده. این در حالی است که کمک های تعهد شده جامعه جهانی به افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به بیش از 600 میلیون دلار می رسد. به نقل از تلونیوز، وزارت مالیه می گوید که تا اکنون 3 میلیارد افغانی و 15 میلیون دلار از بودجه حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا هزینه شده است. شمروزخان مسجدی سخنگوی این وزارت میگوید که وزارت صحت عامه و اداره مستقل ارگانهای محلی مسئولیت هزینه کردن این پولها را دارند، اما تا اکنون این دو نهاد گزارشی از چگونگی هزینه شدن این پولها را به وزارت مالیه نفرستادند. مسجدی افزود: ما متحد هستیم که بر اساس ضرورت و به نزدیکترین فرصت از بودجه حکومت 10 میلیون دلار دیگر را به وزارت صحت بسپاریم. این در حالی است که کمک‌های تعهد شده جامعه جهانی به افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به بیش از 600 میلیون دلار می‌رسد. وزارت مالیه می‌گوید که از این میان تا کنون 20 میلیون دلار از بانک جهانی دریافت کرده است. دیدبان شفافیت افغانستان نگران حیف و میل این پول‌ها و کمک‌های جامعه جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور است. سید اکرم افضلی رئیس اجرایی این دیدبان گفت: حکومت افغانستان در تامین مشارکت مردم در ساختن بودجه کووید 19 ناکام بوده. حکومت نتوانسته شفافیت در مصرف بودجه کووید 19 را تامین کند و زمینه حسابدهی آن را به مردم فراهم کند. حسن پکتیاوال عضو مجلس نمایندگان نیز بیان داشت: مدیریت نادرست حکومت افغانستان در ویروس کرونا یا کووید 19 باعث فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان شده است. شمار از خانواده های بیماران کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که امکانات بهداشتی در این شفاخانه محدود است و آنان برای زنده ماندن بیمارانشان ناگزیرند از بازار دارو و اکسیژن بخرند. نجیب الله مبارز عضو خانواده بیمار بیان داشت: خیانتکار هستند، خدمت نیست. اگر خدمت می بود مریض مردم از دست نمی رفت. فهیم نبیزاده عضو خانواده بیمار دیگر نیز افزود: معلوم نیست این کمک ها کجا می روند. از سوی دیگر برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور برخ از نهادهای جهانی و کشورهای دیگر پول دارو و افزارهای بهداشتی کمک کردند. با تازگی آلمان تعهد کرده است که برای مبارزه با ویروس کرونا 7 میلیارد افغانی به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. و همچنان ثبت 556 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در کشور. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه تا کنون 54770 نمونه در سراسر کشور آزمایش شدند. با گزارش تلونیوز، وزارت صحت عامه 556 رویداد مثبت ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته در سراسر کشور خبر داد. بر بنیاد معلومات این وزارت در یک شبانه روز گذشته 1045 نمونه آزمایش شدند. با ثبت این رویدادها آمار کلی ویروس کرونا در کشور به 24101 رویداد رسیده. همچنان وزارت صحت عامه گزارش می‌دهد که 5 بیمار ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته جان باخت و 273 تن دیگر بهبود یافتند. رویدادهای مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در ولایت‌های کابل 253، بلخ 73، ننگرهار 43، تخار 28، کندهار 23، بامیان 23، بغلان 22، وردگ 20، کنر 17، لوگر 12، زابل 9، غزنی 8، نیمروز 8، دایکندی 6،
هلمند 5، لغمان 3 و اروزگان ثبت شدند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، بدرود.